درود بر شما همراهان گرامی کانال خبرچین. خامنه ای با حذف رفسنجانی افسار اصلاحات رو در دستش گرفت و یک سیگنال به اصلاحات داد که اگر دنبال حذف رهبری هستید حذف میشید. و بعد از ماجرای رفسنجانی، سلیمانی برای خامنه ای داشت دردسر میشد و هم خیز برداشته بود برای ریاست جمهوری و هم حمایت تندروها و اصولگرایان رو داشت. از اون مهمتر کلی نیروی نیابتی و اسلحه در اختیار و فرمان سلیمانی بودن که از شانس خوبش ترامپ سلیمانی رو هم حذف کرد و بعد از حذف سلیمانی زمزمه‌های جانشینی رئیسی برای رهبری بود که تور ریاست جمهوری رو براش پهن کرد و حذفش کرد. خامنه ای با قنبل قهرمانانه در انتخابات ریاست جمهوری با هماهنگی شورای نگهبان مهره ها رو جوری چید که جریان های تندرو رو حذف کنه و اصلاحات رو روی کار بیاره، چون به خوبی میدونه تندروها و اصولگرایان خطرناکترین جبهه برای هموار کردن مسیر براندازی نظامن. از بس سوتی میدن، اصلاحات سوپاپ اطمینان برای بقای نظام جمهوری ننگین اسلامیه و خان آخر براندازی شکست اصلاحاته. اگر شما بخواید طراحی راهبردی بکنید و ببینید که کدام راهبردها امروز مورد نظر ما هست، به نظر من مدل چهارگانه بهتره و بیشتر با نیازهای ما تطبیق داره. فرخ نگهدار، بزرگترین شریک مالی جمهوری اسلامی در غرب. آیا می دونستید که جمهوری اسلامی چنان در بدنه چپ ایرانی نفوذ کرده که تونسته خواهرزاده و داماد و مالک بزرگترین شریک تجاری سپاه پاسداران در بخش خصولتی شرکت کیسون رو برای مدت طولانی به عنوان رهبر فداییان اکثریت و مغز متفکر پهلوی ستیزی و یهود ستیزی در اپوزیسیون جمهوری خواه جا بزنه؟ فرخ نگهدار که در زمان شاه با نوشتن توبه نامه از زندان گریخ در سالهای پس از پیروزی فتنه 57، همون دهه 60 با فروختن دوستان مارکسیست خودش به جمهوری اسلامی و برای اجرای پروژه مالی امنیتی پیچیده‌ای از ایران صادر شد. دایی فرخ نگهدار حاج محمد رضا انصاری مؤسس شرکت کیسونه. فرخ نگهدار پس از ازدواج با دختر دایی خودش سبا انصاری عملاً به سمت مدیر در سایه رسید. کیسون یک شرکت بین‌المللیه که شریک اول اقتصادی سپاه پاسداران در حوزه مسکنسازی، صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی به حساب میاد. همچنین خانواده فرخ نگهدار با همکاری نزدیک با بیت رهبری و سپاه بزرگترین پروژه‌های مسکونی خارجی جمهوری اسلامی را در ونزوئلا، عراق، لیبی، ترکمنستان و اتحادیه اروپا و غیره اجرا می‌کنند. شرکت خانوادگی فرخ نگهدار کیسون فقط در سال 1403 بیشتر از 65 هزار میلیارد تومان پروژه دولتی دریافت کرده. اما فارغ از دزدی بودجه و بیت المال ایرانیان از طریق رانت و فساد گسترده، پروژه اصلی خانواده نگهدار تزریق پول سپاه به اپوزیسیون و ساخت جمهوری خواهان بی خطر به عنوان اپوزیسیون فیک جمهوری اسلامیه که دوره به دوره به دستور بیت به صندوق رأی انتصابات بشتابن و مردم رو برای حمایت از اصلاح طلبان قاتل بسیج کنن. فرخ هماهنگی های لازم برای پولشویی و حمایت از اپوزیسیون فیک از طریق خواهرش فرانک نگهداری که اکنون مدیر توسعه شرکت کیسونه انجام میده. نگهدار سالها در پوشش اپوزیسیون از طریق برادر و خواهرش به پولشویی برای سپاه مشغول بوده. به این تصویر دقت کنید و اسپانسر رو اون پایین ببینید. این سازمان همونیه که واسه مخالفت با تحریم‌ها و مخالفت با کتلت شدن قاسم سلیمانی بیانیه داد و واسه اولی میگفت که به مردم فشار میاد و واسه دومی میگفت که باعث افزایش تنش میشه. اما خوشبختانه نتانیاهو داره یک جوری میزنه و اینا رو تار و مار میکنه که سه فاسد با زیر مجموعه هاشون همزمان دارن ناله میکنن. مثلا
خودتون دیدید که کی حرف از انسانیت میزنه؟ تروریست بمبگذار فرقه مریم رجوی. حکومت، بدنه اجتماعی حکومت رو دارم میگم، دو جبهه درش وجود داره، یکی جبهه اصلاحات، یکی جبهه مایی داشت. فرخ نگهدار در رزمایش اخیر اتحاد جمهوری خواهان نیروهای سیاسی ایران رو به 4 دسته تقسیم کرد و برای هر دسته پیامی فرستاد که شنیدنش هم روشنگره و هم اسباب خنده. دسته اول پایداری، بیت، خامنه ای و هسته قدرت. به خامنه ای گفته که ریش و قیچی دست خودت و حتی بعد از مرگ هم کسی نمیتونه شق القمر کنه، پس بیا تا زنده ای بساط ولایت رو جمع کن و تکلیف ما رو روشن. در اپوزیسیون 2 گرایش وجود داره. من نمیتونم بگم از چهره نمیتونم نام ببرم، ولی 2 گرایش وجود داره. یکی تحت عنوان سرنگونی طلب یا رژیم بربرآورد یا برانداز هرچی اسمش رو میذاریم، و بخش دیگر هم یا میگم گذار طلب یا تحول طلب. اینها 2-4 رو باشون مواجه هستیم. پیام من به نیروی اول که حالا هسته اصلی قدرت میخوای بگی، به این که باید بگی هرچی، این است که الان فشار ما صحبت با آقای خامنه‌ای و کسانی که ولایت‌گرا هستند در جامعه ما باید این باشه که دوران ولایت مداری برای کشور ایران پایان رسید. شما باید قبل از اینکه آقای خامنه‌ای قبل از اینکه درک کنه سخت سیاست رو متوجه بشه که این جامعه دیگه نمیتونه با اون سیستمی که در 57 پایه‌گذاری شد ادامه حیات بده. باید این موضوع در حیات شما حل بشه. اگر بعد از شما بخواد حل بشه، ایران دچار مشکل میشه. هیچ یک از نیروهایی که در صحنه حاضر هستن به تنهایی حتی با دستبندی قادر نیستن کنترل اداری و امنیتی کشور رو بر عهده بگیرن. هیچ کدوم. فرخ نگهدار در مورد دسته دوم، همان اصلاح طلبا، میگه به پوزیده یادآوری کرده که رأی مردم رو نداره، هرچند تلویحاً او را بختیاری به موقع معرفی کرد و تمام تخم مرغ‌های ملت رو در سبد رأی خالی پوزیده گذاشت. دوم، ایران یه مشکل تاریخی پیدا کرده که این عمر این مشکل هم شاید به قرن برسه. به موقعیت ایران، به موقعیت ژئوپلیتیک ایران برمی‌گرده. شما اگر نباشید، یه مرکزی سیاست خارجی ایران که حل مناقشه با آمریکاست حل نخواهد شد. این رو در هر چه زودتر باید. فرخ نگهدار دسته سوم رو گذار طلب‌ها و فرقه جنون گفت. به دوستان عزیزش گفت که خجالت رو کنار بذارن و بی پرده از گروه دوم حمایت کنن و دیگه یکی به نل یکی به میخ نزنن، بلکه رسما متحد بشن. و گفت من هم مانند بسیاری از شما مدت هاست که دسته دوم و سوم رو از هم جدا نمی بینم. پیام من به اون بخش دیگر حاکمیت که در آقای پزشکیان و اروپای اجتماعی جبهه اصلاحات خانشون هستن این هست که شما با رأی بخش کوچکتر جامعه ایرانی به پیروزی رسید. من مشکل اصلی همچنان باقیست. بخش اصلی جامعه ایرانی ناراضی و بی‌اعتماد. شرط موفقیت شما نوع رابطه ایست که نه فقط با حاکمیت باید تعامل داشته باشید، بلکه باید بیان مطالباتی باشید که جامعه ناراضی هم داره بیان میکنه. اگر به این مسیر شما مرد میکنید، قدم میگذارید، راه موفقیت تکرد. اگر نکنید، این بخش ناراضی از اون عملی که در خرداد انجام شده انتقادات به مراتب شدیدتر خواهد داشت. فرخ نگهدار در مورد دسته 4 و براندازها گفت که به براندازا گفتم که زودتر توبه کنید، چرا که آغوش نظام به روی شما بازه. همچنین رهبری در داخل است رو هم که گفته میشه مشخص کرد، همان خامنه ای که قرار مشکل رو حل کنه. بخش سوم، یعنی کسانی که تحول طلب، گذار طلب یا تحول خواه محسوب میشن، این هست که دوستان عزیز، این اتفاقی که داره میفته همون اتفاق 50 سال پیش نیست، نوع دیگریه. این تدبیر درسته که حکومت و
در پیش گرفته. اگر شما برگردید به اینها حمله بکنید، اگر اینها رو تضعیف بکنید، تضعیف اون آرمانی که خود رو در پی میکشید. شرط موفقیت ایران همگامی و همراهی دو مؤلفه تحول طلب و اصلاح طلب هست. این دوتا دارن همدیگر رو تکمیل میکنن، نه اینکه همدیگر رو تضعیف میکنن و هر دو سوام دارن میکنن. نکته قابل توجه اینه که فرخ نگهدار اعتراف کرد که تنها آلترناتیو جمهوری اسلامی رضا شاه دومه و سایر دسته ها بخشی از خود رژیم هستن. این بازنده به ما میگه هر چه زودتر توبه کنید. البته به خود فرخ نگهدار باید گفت شماها اگر توبه هم بکنید ما به شما رحم نمی کنیم. صحبت پایانی در مورد اون بخش چهارم سرنگونی فرد. این نیرو تا امروز از تجربه تاریخی که ما بیش از 100 سال هست در امتحان کنیم هنوز درست نگرفته. بنای اصلیش پیام ما ببینه که مسئله ایران در درون ایران حل میشه، با رهبری در داخل در حل میشه. شما دنبال جلب حمایت خارج به عنوان مرکزی در این موضوع وظیفت قرار دادید. این اشتباه به نیروی ایرانی سلام بکنید، به مردم ایران سلام بکنید. هم مجاهدین از ایران رفتن، هم متاسفانه آقای رضا پهلوی در از ایران میشه. جواب نمیده. شما منصفه میشید و نه فقط شکست سیاسی میخورید، بلکه یک عهد تاریخی هم رو پیش روی شما خواهد. و جان کلام، بهترین روش جبران 45 سال اشتباهی که همه بابتش به شدت تاوان دادیم و میدیم اینه که اون اشتباه رو دیگه تکرار نکنیم. پاینده ایران، جاوید شاه تا ابد و زنده باد رضا شاه دوم. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.